این چنار امامزاده ساله فقط یه درخت معمولی نبوده. شده بوده یکی از اهالی تجریش. حتی زمانی که تجریش فقط زمین خالی بود و گندمزار، این درخت محکم و استوار بین خوشه های طلایی گندم ایستاده بوده. روزگاری توی دل این چنار پیرمردی کاسبی می کرده و حالا جای خالی چنار هنوز برای اهالی تجریش ناراحت کننده است. اما چه بلایی سر این درخت پیر و سرزنده اومد؟ چرا قهر کرد و خشکید؟ در این ویدیو قرار از چنار کهنسال امامزاده صالح که دیگه الان جاش خالیه و کسب و کار پر رونق اطرافش براتون بگیم. خوشحال میشیم تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. قدمت این چنار رو کسی نمیدونه، اما قدر مسلم اینه که عمری به درازای قدمت خود امامزاده صالح داره. پس چنار امامزاده صالح وقتی میمرد و آخرین نفسهاش در دهه 60 توی محوطه امامزاده میپیچید، دست کم 1000 سال سن داشته. 1000 سال برای تجریشی ها یعنی هزاران هزار خاطره با این درخت. از چراغایی که بعد از ورود برق به ایران روی تنه درخت روشن شده بود تا بچه های مکتب خونه که زیر سایه اون درس میخوندن. و از همه عجیبتر، پیرمردی که درست در دل چنار و وسط تنه تنومندش پینه دوزی و کفاشی میکرد. قصه های چنار امامزاده ساله هنوز برای تجریشی ها تازه است. هر بار که گذرشون به امامزاده بیفته و جای خالی چنار به دلشون چنگ بندازه، این قصه ها رو مرور میکنن. داستان کفاشی عجیب داخل تنه درخت یکی از همون قصه هاست. از اون داستانایی که هر وقت حرف چنار به میون بیاد تعریفش میکنن. چنار فقط با سایش نبود که به اهالی محل آرامش میداد، بلکه وقتی وسطش پوک شد برای پیرمرد کفاش آغوش باز کرد. پیرمرد زمستونا داخل تنه درخت میرفت و اونجا با جعبه های میوه یه میز چوبی کوچیک برای خودش درست کرده بود که پشت اون مینشست و گیوه و گالش میدوخت. برای مشتری ها هم یه صندلی چوبی با همون جعبه های میوه ساخته بود که کنارش بشینن و کارشون را بیفته. ماجرا مربوط به 60-70 سال پیشه. چنار امامزاده ساله بخشنده بود. سایش رو سر ظهر به پیره مردا میبخشید و گاهی بچه ها زیر سایه پهن شدهش درس میخوندن. یه قهوه‌چی عجیب غریبم بود که بالای چنار برای مشتری ها چای و قهوه آماده میکرد. یه سماور بزرگ گذاشته بود اون بالا و از همون بالا قهوه و چای رو به مشتری ها میداد. با یه دلو از قنات آب میکشید و با تناب دلو پر از آب رو بالای درخت میبرد. اونجا سماور رو پر از آب میکرد و استکانای چای و قهوه رو با نردبون چوبی که پای درخت گذاشته بود به دست مشتری ها میرسوند. کارش عجیب بود و مشتری هم زیاد داشت. زائرای امامزاده و مسافرایی که مسیرشون به تجریش میافتاد، چایی ها و قهوه هاش رو خوب به یاد داشتن. اما سرنوشت چنار امامزاده صالح چی شد؟ اواسط دهه 30 بود که یه بار آتیش به دامن درخت افتاد. اهالی قدیمی شمرون اون روز سرد زمستونی رو خوب به یاد دارن. روزی که چنار با وجود تلاش تجریشی ها که با سطل آب تلاش میکردن شعله ها رو مهار کنن تا خود صبح تو آتیش سوخت. از همون سال بود که برای زنده نگه داشتن درخت سرش رو قطع کردن و تنش که هنوز جون داشت باقی موند. چنار تا دهه 60 هم باقی بود با همون سر بریده و تن نیمه سوخته‌ای که یادگار 1000 سال پیش بود. وقتی در اطراف درخت حفاری انجام دادن، آخرین نشونه های حیات از درخت 1000 ساله گرفته شد. هرچند اهالی معتقد بودند جوانه های اطراف تنه درخت وجود داشت، اما درخت برای همیشه کنده شد و حالا دیگه جای خالی و خاطرات سبزش تو ذهن اهالی زنده است. شما این درخت رو دیده بودید؟ از پیرمرد کفاش و قهوه‌چی بالای درخت چیزی شنیده بودید؟ خوشحال میشیم خاطرات قشنگتون رو برامون بنویسید و اگر از ویدیو خوشتون اومد با لایک هاتون از ما حمایت کنید. این دوتا ویدیو هم درباره تاریخچه گوشه های دیگه تهرانه. یه نگاه بهشون بندازید.